انجمن چه تاثیر و یا چه نقشی داشته در بین غیر ایرانی ها و آمریکاییان؟ نگاه کنید، از زمانی که در واقع اون برنامه آینده سازان به صورتی که برنامه تلویزیون شروع شد و بعد به عنوان یک انجمن دانشجویی در دانشگاه سوئیسیل ادامه داد، در واقع ما خیلی برامون مهمه که جامعه ایرانی که در آمریکا زندگی میکنه بتونه نقش خودش رو بهتر و موثرتر ایفا بکنه. من سه هدف رو در واقع اینجا دنبال میکنم که بتونیم اول از همه در واقع اون تصویر ایرانی ها رو مثبت‌تر نشون بدیم در جامعه، به خاطر خب مسائلی که خودتون هم میدونید، مدیاها و رسانه ها شاید در واقع صحبت هایی رو در واقع داشته باشن که تصویر ایرانی ها در آمریکا به شکلی غیر واقع در واقع ترسیم بشه. به خاطر همین ما دوست داریم که این تصویر به درستی بیان بشه و بدونن که ایرانیان مهاجر در آمریکا ایرانیانی هستن که از طبقه بالای جامعه محسوب میشن، از نظر سواد دانشگاهی، از نظر در واقع حرفه تخصصی که هستن، از به صورت کلی از نظر تمام مؤلفه های اجتماعی ایرانیان در واقع سطح بسیار خوبی هستن در جامعه آمریکا. ما میخوایم این رو بیشتر بشناسونیم به در واقع جامعه آمریکایی که گفتید و به صورت آگاهی بخشی و اطلاع رسانی میخواییم در واقع این تصویر مثبت ایرانیان رو بیشتر بیان کنیم. دوم در واقع مسئله نفوذ ایرانیان هست که میخواییم نفوذ ایرانیان رو بیشتر و بیشتر و بهتر و مؤثرتر داشته باشیم در جامعه آمریکایی که بتونن در مسائل حقوق اجتماعی خودشون، سیویل رایتس و تمام مسائلی که در جامعه آمریکا مطرحه، حقوق خودشون داشته باشن و بتونن موفق‌تر و راحت‌تر از این مزایا استفاده بکنن. و مسئله سومم که در واقع میتونم بگم اول اون هست که مسئله رو مطرح کردم، در واقع گرد هم‌آوری و در واقع اون همبستگی جامعه ایرانی که در واقع صحبت رو کردم که بتونن جامعه با همدیگه در واقع بیشتر با هم باشن، متحدتر باشن و دور از عقاید در واقع عقاید مختلفی که ایرانیان دارن، اختلاف نظرهایی که دارن، با هم یکی باشن. چون تفاوت که میدونید یک در واقع همه تفاوت دارن، همه اختلاف دارن، ولی چقدر خوبه که ما به دور از اختلاف نظر با هم یکی باشیم. بسیار خوب. آیا مراسمی هم برگزار میکنید؟ مثلا مراسم نوروز، سیزده بدر، چهارشنبه سوری، یا نمایشگاه هایی که بتونن غیر ایرانی ها اونجا بیان برگزار کنن، کارهای دستی، هنری، سنتی ایران رو ببینن؟ سوال خوبی کرده. نگاه کنید، گروه های دانشجو که UCLA هستن هر کدوم در واقع اهداف و آرمان مشخص دارن یا رسالت دارن. یکی از گروه هایی که در واقع با انجمن آینده سازان در واقع همکاری میکنه انجمن دانشجویان هست در UCLA که یا گروه دانشجویان ایرانی که اونها در واقع بیشتر فعالیت خودشون رو معطوف کردن به برنامه های نوروزی فرهنگی، در واقع که همین 12 اپریل که داره میاد برنامه فشن شو دارن بچه های ایرانی UCLA که خیلی برنامه جالبی هست، و بعد از اون در آخر می برنامه کالچر شو دارن، و بین اینها هم که برنامه در واقع گروه آینده سازان هست 10 می که در واقع برنامه اتحاد رهبران دانشجو ایرانی هست، و بسیار دیگر از در واقع برنامه که خب برگزار میشه مثلا نمایشگاه تخصصی، نمایشگاه متفاوت برای باز شناسوندن فرهنگ ایرانی به جامعه ایرانی. من یه خاطره کوتاهی براتون تعریف کنم از در واقع نوروزی که سال شد که در انجمن دانشجویان ایرانی در کالج سانتا مونیکا که من اونجا سرپرستی شورای مرکزی رو به عهده داشتم، ما نوروزی رو برگزار کردیم که خیلی بزرگ بود و 3000 نفر در اون نوروز شرکت کردن. جشن نوروز بسیار بزرگ بود در سال 2007 میلادی، و از اون زمان خانم فرهادی تمام اساتید آمریکایی دانشگاه دیوید کالج سانتا مونیکا هر سال که نوروز میشه اولین چیزی که سر کلاس میگن تبریک نوروزی هست به در واقع ایرانیان اون کلاس، و این خیلی جالب بود که قبل از اون همایش نوروزی همچین اتفاقی نمیافتاد و دانشجویان ایرانی در واقع نمیشنیدن تبریکی از جانب آمریکایی‌ها. ولی از اون زمان که اون جشن با اون شکوه عظمت خودش برگزار شد، دیدن که در واقع همه به هم تبریک میگن، رئیس دانشگاه تبریک نوروزی میفرسته، معاون دانشگاه به همین ترتیب، همونطور که رئیس جمهور آمریکا پیام نوروزی خیلی جالب و جاذبی رو برای جامعه ایرانی فرستاد، و در واقع این داره در واقع به صورت میشه که خود جامعه آمریکا در واقع دارن به همه ایرانیان مقیم تبریک و تهنیت نوروزی رو به حساب هر سال انجام میدن. بسیار خوب.
بسیاری. آیا حمایت میکنه دانشگاه UCLA از شما؟ 100%. دانشگاه UCLA چه جور حمایتی؟ حمایتی که دانشگاه داره، خب به در واقع سالن هایی که قیمت های بسیار زیادی دارن و بخوایم ما دانشجو بخوایم از اوهه اون بر بیایم، خب بسیار مشکل و چالش هست. اون سالن ها رو به ما مجانی اعطا میکنن. بعضی موقع اگر در واقع باجت و بودجه رو نیاز داشته باشیم به ما بودجه اعطا میکنن. البته خب پروسس و روند خودشو داره، اما خب ساپورت های و حمایت هایی که میگیریم در این راستاست و خودمون هم اون برنامه که برگزار میکنیم تیکت های و در واقع کارت ورودی رو میفروشیم و از اون زمان از اون در واقع طریق یک فاندینگ یا یک حمایت مالی رو جذب میکنیم به خودمون. بسیار عالی. و چیزی که میخواستم بگم خانم فرادی، این اتحاد همبستگی که داره ایجاد میشه به دانشجو ایرانی اینجا، به دور از هر عقیده، به دور از هر در واقع گرایشی که اختلاف نظرهای بسیار وجود داره، عقاید سیاسی، مذهبی، فرهنگی، عقاید قومی هست، همین ها هست. این چتری رو که ما درست کردیم به نام چتر آینده سازان ایرانی، بدون از هر گونه گرایش سیاسی، بدون از هر گونه گرایش مذهبی یا گرایش خاص اجتماعی، که تمام این گروه های دانشجویی احساس راحتی، آسایش و امنیت بکنن، در اون چتر قرار بگیرن و بتونن با هم دیگه، در واقع این کلمه با هم خیلی برای ما ارزش داره، با هم دیگه تونن اهدافشون رو به جلو ببرن. چون وقتی که ما با هم میشیم اهداف رو جلو میبریم، اونجاست که میتونیم نتایج بهتری رو از کارمون کسب بکنیم و این خیلی اهمیت داره برای ما. و دوم این که در واقع میدونه که در قرن 21 امروز فقط نتورکینگ یا همون ارتباط انسانی هست که چقدر میتونه مؤثر و سازنده باشه، خصوصا برای جوانها در هر جای دنیا که هستن. و ما ایرانیان میخوایم از این در واقع تکنیک نتورکینگ یا در واقع اون شبکه ارتباطی که استفاده میشه رو داشته باشیم برای دانشجویان ایرانی. و از اون زمان هم خب خیلی از ما سوال کردن که خب انجمن‌های آیا با دانشجویان داخل کشورم در واقع ارتباط برقرار میکنه، چون بسیار از بینندگان در داخل کشور هستن. در واقع یکی از سوالای منم بود که چه برنامه‌ای دارید؟ مثلا ببینم آیا با دانشجویان داخل ایران هم شما ارتباطی دارین؟ 100%. در واقع دانشجویان ایران، خب در ایران میدونید که جزء بهترین دانشجویان به نظر من جهان هستن، از نظر رتبه علمی که کسب میشه در اونجا، دانشگاه خوب تهران، دانشگاه شریف و دانشگاه شهرستان و شهرستان‌های دیگه. ما خیلی دلمون میخواد که بعد از تشکیل و انسجام این شبکه دانشجویی در آمریکا بتونیم یک پل ارتباطی باشیم بین دانشجویان داخل کشور و خارج از کشور. این خیلی مهمه که این پل ارتباطی میتونه تبادلات علمی، فرهنگی، دانشگاهی داشته باشه. اخیراً هم که با حمایت ما دانشجوها در واقع چندین رئیس دانشگاه به ایران سفر کردن و حالا میخوایم دعوت کنیم رؤسا دانشگاه ایران و دانشجویان ایرانی به آمریکا سفر کنن. در این راستا دانشگاه UC دیویس که در واقع یک از دانشگاه است که داره با ایران تبادل علمی انجام میده و میخواییم قدم بعدی رو که برای پاییز سال آینده است در جهت همین مسئله برداریم و دانشگاه UCLA رو میخواییم وصل بکنیم به دانشگاه تهران یا دانشگاه شریف که از اون طریق یک تبادلی برقرار بشه. چرا که خانم فرهادی 2500 نفر دانشگاه UCLA ایرانی هستن. این خیلی مهمه که این 2500 نفر حدود نیمی از اون در آمریکا متولد شده، در آمریکا بزرگ شده و اینا خیلی دوست دارن که به ایران سفر بکنن و ایران رو ببینن، از نزدیک با اون فرهنگ ایرانی در تماس باشن. و از اون طرف هم خیلی از تهران خب میخوان به در واقع آمریکا سفر کنن و آمریکا رو در واقع تجربه بکنن و این خیلی مهمه که بتونیم این کارو انجام بدیم و داریم در واقع رئیس دانشگاه UCLA رو تشویق میکنیم که بتونه این قرارداد رو داشته باشه با یکی از دانشگاه معتبر ایران برای تبادل دانشجویان و خود انجمن آینده سازان هم که در این قدم داره در واقع قدم‌های اساسی رو برمی‌داره.